فیت سورپرایز پوتک با یاسه یا با سیناسایی یا با امیر تتلو چی شده آقا؟ فیت سورپرایز کی قراره بیاد؟ فیت سورپرایز پوتک بالاخره معلوم شد. خود پوتک دیشب اعلام کرده. ستونای گنگ یادتون نره چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو حتما و حتما بزنید. سلام به ستونای گنگ رفا، حالتون چطوره؟ آقا امیدوارم خوب باشید، بم باشید، خلاصه ترکونده باشید، آخر هفته خوبی رو داشته باشید که بیشترتون از شنبه یاد برید سر کار، یاد برید مدرسه دیگه. کاری هم نمیشه، یعنی پنجشنبه، یعنی میرسیم به چهارشنبه، یعنی چهارشنبه رسیدیم، این پنجشنبه جمعه مثل برق باد میگذره، لامصب نمیدونم چرا، و تا چهارشنبه کلی طول میشه. آقا بگذریم از این بحثا، بریم سراغ اصل ماجرا، فیت پوتک و یاس. آقا اینو من خیلی حد زدم، خدا وکیلی داخل یوتیوب سرچ کنین فیت پوتک، محمد رپتان فقط میاد بالا، چون اینقدر من ویدیو ساختم خودم پاره کردم آقا، فیت با اینه فیت با اونه، اینقدر من رفتم این منوبر در آوردم خودم پاره شدم. آخرم اصلا من میدونستم از اول کیه، خب الان میدونم کیه، ولی خب حدس میزنیم کیه، میدونین یه ذره پیچیده شد داستان. آقا قضیه این ستونا فیت سورپرایز پوریا پوتک با یه کسی هست که اول اسمش الف یه و یکی از اسما هم سه داره. آقا چجوریه؟ میخوره یاس دیگه، یاس میشه تقریبا، میشونیم بگیم یاس تقریبا، البته معلوم نیستن. و بچه اگه یاس باشه قضیه فرق میکنه. به نظر من یاس نمیاد فیت بده، نمیدونم چرا این حس رو میکنم، حس میکنم سینا ساییه، میدونه هم سه داره هم یه داره دیگه، سینا ساییه حس میکنم. البته امیر تتلو که نمیتونه باشه، چون الف امیر تتلو نمیتونه باشه، سینا سایی میتونه باشه، علی سورنا میتونه باشه، آیسم میتونه باشه، سینا سایی، آیسم، علی سورنا و شاهین نجفی نمیتونه باشه، سه نداره شاهین نجفی. بعد آره خلاصه آقا پس چی شد؟ فدایی هم که نمیتونه باشه، پس میمونه یه سه تا یا چهار تا گزینه، یه دونه میخونه که یاس باشه، یه دونه میخونه که سینا سایی باشه، یه دونه میخونه که آیسم باشه، یه دونه میخونه علی سورنا باشه. یعنی چهار تا رپر داریم که احتمال زیاد میتونه از این چهار تا بالاخره یک کدومش باشه، چون دیگه بقیه رو نمیدونه. احتمال هم داره با ترویس اسکات باشه که پوتک گفته رپر ایرانیه که نمیدونم والله، حسین رحمتی، حسین آبلیس اینجوری بود نمیشه حسین ابلیس، شاید نمیدونم والا قضیه چی به چی. ولی خب بچه ها فعلا میتونم بگم تو این چهارتا فردا شب ساعت 9 میبینم اتون رو یوتیوب، حتما چنل رو ساب بزنید فردا شب 9 بچه ها میبینم اتون. داخل ویدیو فردا شب این نکته ای که چند وقت پیش بهش اشاره کردم کی بوده رو براتون داخل ویدیو قبل برمیدارم میارم که بدونید فیتو از قبل ما میدونستیم. دوستان بریم سراغ میتینگ های رپی سورام ام جی. آقا سورام ام جی دیشب امین منیجر پست کرد یکم میتینگ های جذابش به نام چرابدی رو با هم ببینیم، با هم دیگه قرار ریاکشن بریم، یعنی اینجوری نیست که الان به روی صفحه شما برید ببینید، با هم دیگه قرار ریاکشن بریم به آهنگ، یعنی فری استایل کف خیابون سورام ام جی. دم این عمو گرم، آدم با معرفت، باحال، خیلی هم خفن. بریم خلاصه سر لپتاپ که یه سری ماجرای عجیب غریب هم داریم. دوستان عزیز اول از همه بریم سراغ یک مسئله که اونو حل کنیم، بعد بریم سراغ میتینگ رپی سهراب ام جی. آقا چند وقت پیش همه اومدن به هیچکس عضو سازمان تروریستی مجاهدین خلق اومدن هیت دادن، گفتن آره تو اینجایی، زنت اونجوریه، پدر خانومت اونجاست، خلاصه یه سری داستان بود که خیلی عجیب شد که خود هیچکس برگشت گفت که چیزم تو ناموس کسایی که نرفو من میزنن. و خب ببینید مثلا نمیخوام مسئله سیاسی رو این ویدیو باز کنم، ولی خب به نظر من میتونه، ببین هر آدمی یه رفتار و یه شخصیتی داره به نظر من. مثلا من شاید نسبت به بقیه همسنام مثلا یا بقیه ریاکشن کارا یه چیز مثبت چیز منفی داشته باشم، شاید مثلا یه چیز منفی می باشه که خیلی تون صحبت میکنم، یه چیز مثبت این باشه که هر روز دارم ویدیو میدم، خب میتونه این باشه. و میتونم بگم هیچ کس هم تقریبا همینه، سواد سیاسی صفر، قدرتش تو خوندن رفارتی پدر رفارتی یک، یعنی اینجوری میتونه باشه، میدونید تقریبا میتونم اینو واقعا بهتون میگم، یعنی سواد سیاسی اصلا نداره، چون این چیزایی میگه پشویزونه، نمیدونم آمریکا با اسرائیل حمله کنن بیرون، خب برای چی حمله کنن، حمله کنن چیشه مثلا جنگ؟ خب بچه این الان البته مربوط ویدیو به این ویدیو نیست، ولی خب
من بارها دیدم هیچ کس میاد حمایت میکنه میگه آقا آره آمریکا و اسرائیل حمله کنن به ایران تا حکومت عوض شه. خب آخه دیگه اینا یه بچه 2 ساله بگی خندش میگیره. تو جنگ تنها آدمایی که زخمی میشن و بیشتر اذیت میشن مردم عادی هستن. مثلا به قول سارام ام جی اینا دیگه واسهشون تخمشون هم نیست که مردم بمیرن، فقط واسهشون مهم اینه که به اون چیز سیاسیشون برسن، اون قدرتی که میخوان برسن. آقا استوری زن آزاده رو داریم میبینیم، آزاده زن سروشیچ کس نمیشه. اونایی هم که به من میگن پاشو بیا ایران به جنگ، اگه راست میگی نشستی اونور آب و میگی بریزی تو خیابون یا هر دریوری دیگه، قبلا هم بهتون گفتم حالا دوباره یادآوری کنم، به خمینی خودتونم میگفتین وقتی از پاریس نامه میداد بیا ایران، بعدش هم من کی گفتم مردم پاشین بریم بیرون تو خیابون. اونایی هم که هنوز زر مفت میزنن میگم من مجاهدم فلان، اگه هنوز نفهمیدین من مجاهد نیستم، از سازمان مجاهدین متنفرم، خیلی خری است کنین، واقعا خندم میگیره این چیزا رو میشتم. حالا من اونجایی که میدونم آزاده پدر مادرش عضو مجاهدین خلق بودن. آزاده چرا داری دروغ میگی؟ نکنین کارو با ما دیگه. آقا بعد از مدت ها ما دیدیم که داریوش تبهکار دیست داد به گادپوری هم دیست داده. موزیکش واقعا باحال بود، حیف نتونستم ریاکشن بدم، یعنی موقعیتشو متاسفانه نداشتم ریاکشن بدم. یه چیزم داریم میبینیم، یه شات کوتاهی از پوریا کوتاه، هر چی رپر میخوای تست کنی آ داره یه دونم بذار. خب عزیزم اگه بگم یه سرم داره که کلا کار رو میره، احتمال زیاد میگم همون یاسه که فردا بچه ها من شما رو یوتیوب ساعت 9 شب میبینم، یعنی 9 شب ریاکشن میاد. و یه استوری ممزی هم داریم میبینیم که مدگل یعنی چیز کرده دیگه، زده بالا اسم مدگل تو استوریش نمیشه. آقا بریم سراغ عمو، عموی دلها که خب این تایم خیلی باهاش بد شدن و خیلی اذیتش کردن بچه ها میدونید، بعد اذیت کردن خیلی به شهید دادن. و بچه ها الان بریم یه میتینگ رپی بال ازش پشتنم، خودم واقعا هیجان دارم، فقط شنیدم از عمو چرا بدی اومده بیرون، بریم ببینیم چه خبره دیگه، فکر کنم همین باشه. بریم بابا با. بذاریم جلوتر زمانی که موزیک شروع میشه دیگه، درسته؟ سنت مستقل و نوپا سنت داری من سیگار عمو دستی پشما دسته آقا دسته آقا چقدر دلم میخواد اونجا، چرا نمیگه لوکیشن بذاره برم مردم عقب دستان بای آجی هدفون گذاشتم حس میکنم واقعا الان من اونجا بای چرا پرید آی خون ریزیاش هم که عادت ماهانه بود. امشب وای چرا خواجی تو میشه دعوا و خرافه حرف و خرافه اگه کل داری بگم بیا فردا سراغ واجبی ام گرگات بریزن انگاری واجبی ام ولی واجبی ام همه دوستا واقعا شدم روستا کار هست توی روستا ها مزان میخواد روستا را هستم. وای آجی چرا خوبه چه خفن، بعد از 20 سال اومده کف خیابون یارو چه خفن داره اجرا میکنه. برو بر ما دیگه کیف کوچه بدر جایی که منو به مینی فیسبوکه مینی فیسبوکه نزا قرد شهر دیگه با سردار شهر چون میگه سوار شهر اینو مثل قطار شهر. وای چه خوبه چه قدرتی خوش میدی فقط وقتی با تلفنی میگی قاتل خوری ولی دلشو نداری بیای معامله کنی همه بد بازیات واسه مامانه بوده خون ریزیات هم که حالت مامانه بوده وای چه خوب آجی دوست داشتم واقعا اونجا بودم یه چیزایی دیگه یه چنگ شده واقعا چرا بدی چرا بدی چرا بدی چرا بدی وای وای سیگار چرا دستش نمیدی من چون از دست و بزد شده کارم یه چیزایی دیگه یه چنگ شده واقعا چرا بدی چرا بدی چرا بدی سلمونی نرو با ما بد باش فقط نرو با ما بد باش فقط میزنیم کلت و باشید وای نخون تیکه ایچ کرد جا کشم چه خوبه چه خاکی ام دست بسی بسته لبیم بابا از این باشه هستی با خط بزمیم بالای ما میخواییم برو دوستی میشی مادی چه صدا هیچ کس میاد میزنیم که هم کشان رو میخوریم شی ترمز باریدیم و میکنیم زی له این زندگی هر روزش چه خوبه آجی در بیشه من با دول میریم جلسه بریشه همینه که گوش میکنه همه کمش بمند میگه چه میتینگ خفنیه آجی دلم میخواست واقعا بودم لطفا این لوکیشن رو واسم بفرستید وای آجی
چه آدم خاکیه دن سرویس. فکر نمی‌کردم واقعا اینقدر واکنش خاکی بودن. اصلا پشمام ریخت، من گفتم الان میره مثل بقیه رپرها خودشو تو خیابون میگیره، ولی واقعا مرد خاکی بود. من اصلا بچه‌ها یک دقیقه با شما الان دیدم، اصلا رفتم تو اون جو میتینگ اون حال هوایی، چون ما بعضی وقت تو بعضی از میتینگ های رپی مثلا کیا رپی اینا قبلا رفتم دیدم، خیلی جوش باحاله. یعنی جوش حتی از کنسرت هم شاید بگم باحال‌تر باشه، خیابونیه دیگه، حال میده. امیدوارم واقعا عمو از این کارا زیاد بکنه. آقا بیایید دیگه رپرایی که تو ایران هستین میتینگ رپی که اشکال نداره بذارید، بیاید تو هر شهر بذارید، مثلا بیاید قزوین بذارید ما هستیم، بیاید تهران بذارید، اصفهان، یزد، همه شهرهای ایران نوبتی ما یه دونه بذارید. البته ما یه دونه که خب مثلا طرف پول داره دیگه، واسهش تو قزوین اومدن برگشتن کاری نداره، ولی خب یه سایتی چیزی باز کنن، یا تو سایتم باز نکنه این ورودی بگیرن برای که هزینه آرتیست مثلا اومده اون شهر یه جوری مثلا در بیاد. اینو من دارم میگم. دوستان دمتون گرم، تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. چشامید آقا ستونای گنگ، دو تا ویدیو این آخر الان اومد، هر کدومی که دلتون خواست میتونید ببینید و عشق کنید. خیلی دوستتون دارم، به امید دیدار.